به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر مجدد خدمت شما علاقمندان به مجموعه آموزش جامعه گرامر انگلیسی. من مهدی گلشنی هستم، مدرس آموزش گرامر انگلیسی، در خدمت شما هستیم با قسمت ششم از این مجموعه. خب سعی کردیم که در واقع قسمت ششم رو به دو اپیزود در واقع تقسیم بندی کنیم و در واقع از قسمت اول از پارت ششم در خدمت شما هستیم. موضوع این قسمت سیمپل پرزنت تنس هستش، یعنی گرامر زمان حال ساده. کم کم داریم وارد گرامرهای اصلی زبان انگلیسی میشیم. قسمت‌های گذشته، 5 قسمت گذشته رو حتما به طور کامل یاد گرفته باشین و سعی کردم تا این قسمت تمام موارد و مثال‌هایی رو که برای شما میارم برای شما کاملا جا افتاده باشه، طوری نباشه که قبلا بگین که ما این گرامر رو نخوندیم یا این مثالی که زده شده اصلا من متوجه نشدم، قبلا نسبت به اون توضیح داده نشده. پس حتما قسمت‌های گذشته رو به طور کامل یاد بگیرین تا در واقع در قسمت‌های آینده و این قسمت به مشکل بر نخوریم. گرامر زمان حال ساده، فرمول ساخت در واقع زمان حال ساده رو یادداشت کنید. فاعل به همراه قسمت اول فعل یا همون مصدر بدون تو. گفتیم هر فعل در زبان انگلیسی در واقع دو حالت داره، یا به طور ساده میاد، مثلا میگیم work، یا با مصدر میاد. یعنی چی؟ یعنی to work. اگر گفتیم مصدر بدون تو یعنی همون فرض کنید work، مثلا to read مصدر همراه با مصدر اومده، حالت ساده یا مصدر بدون تو یا قسمت اول فعلش میشه read. به همراه etc، یعنی که ادامه جمله، که این ادامه جمله میتونه قید باشه، میتونه در واقع قید مکان باشه، زمان باشه، و فرمول ساخت جمله که خدمتتون در قسمت گذشته توضیح دادم. خب ضمایر فاعلی رو خیلی باش کار داریم، حتما یاد بگیرین. ضمایر مفعولی رو حتما یاد بگیرین. برای ضمایر فاعلی I, you, we, they دقت کنید، نحوه در واقع ساخت جملات مثبت در زمان حال ساده رو داریم کار میکنیم. مثال براتون زدم، I play، فاعل به همراه قسمت اول فعل. I play، من بازی میکنم. You read، we work at home. They play football every day. Iranian people work hard. براتون معنی کنم، من بازی میکنم، شما میخوانید. We work at home، ما در خانه کار میکنیم. آنها فوتبال هر روز بازی میکنن. مردم ایران به سختی کار میکنن. خب ببینید، به طور کلی از زمان حال ساده نسبت به این مثالهایی که زدم باید متوجه این شده باشین که زمان حال ساده در واقع بیانگر اعمالی هستش که برای شما به طور روزمره اتفاق میفتن. یعنی شما قطعا هر روز ممکنه سر کار برین و ممکنه هر روز یه کار خاصی رو انجام بدین، مثلا تلویزیون نگاه کردن کار هر روزتونه و امورات روزمره شما و در واقع بیانگر این امورات هستش. یعنی وقتی من میگم I play، شما باید متوجه باشین که منظورش اینه که من هر روز کارم بازی کردنه. You read یعنی شما هر روز کارت خوندنه. حالا میتونه باشه You read a newspaper every day، یعنی شما هر روز یه روزنامه میخونی. میتونه چیز دیگه ای باشه. وقتی میگه We work at home، یعنی منظوری که کار ما و در واقع اون اموری که ما ازش درآمد زایی میکنیم در خانه هستش. حالا ممکنه خیاطی میکنن یا کار دیگه میکنن. و همینجور در مثالهای بعدی هم امورات روزمره رو داریم در واقع براش مثال میزنیم، جملات مثبت، سوالی و منفی. به طور کلی حال ساده بیانگر این در واقع تعریفی بود که من خدمتتون عرض کردم. خب برای he, she, it دقت کنید، خودش یک گرامر بسیار خاصی رو داره و برای بعضی هم خیلی گیج کننده هستش. این گرامر تفاوت داره با نحوه استفاده I, you, we, they.
ببینید برای سوم شخص هی شی ایت یا سوم شخص غائب، مثلا ما داریم درباره علی صحبت میکنیم، درباره فاطمه صحبت میکنیم، درباره یه شخصی که حاضر نیست و مفرد هستش، درسته؟ جمع نیستش، مفرد هستش صحبت میکنیم. دقت کنید تفاوتش با در واقع این ضمایر این هستش که فعل در این حالت باید یک اس به آخرش اضافه بشه برای بعضی از افعال اس و بعضی از افعال ای اس. اینو حتما یادداشت کنید، هرگاه فاعل جمله سوم شخص مفرد باشد، یعنی یا هی یا شی یا ایت یا همون بحث افراد غائب مفرد گفتم مثل علی، مثل مثال هایی که زدم، فعل اس یا ای اس میگیرد. مثال براتون زدم هی ورکس، دقت کنید دیگه نگفتیم هی ورک، آی پلی، یو رید، هی ورکس، شی ریدز. دقت کنید اگر بخوام پلی بگم باید بگم شی پلیز، اگر بخوام بگم او تماشا میکند باید بگم شی واچز، شی واچز. یکی از اون در واقع افعالی که ای اس میگیره مثلا مثل واچ هستش، دقت کنید مثلا میگم شی واچز، دقت کنید ببخشید شی واچز یعنی او تماشا میکند، دقت کنید ای اس آخرش گرفته. ایت رینز یعنی ایت اینجا در واقع داره به آسمان اشاره میکنه، به هوا اشاره میکنه، به آب و هوا، میگه ایت رینز یعنی هوا الان بارونیه. جان رانز ایوری دی، میگه جان هر روز میدود، جان هر روز میدود. خب شی واچز هم اینجا برای شما آوردم، چون آخرش در واقع سی اچ داره به معنی چه، ما باید بعدش ای اس اضافه کنیم. خب این هم گرامر جملات مثبت برای سوم شخص. قسمت بعدی جملات سوالی هستن، جملات سوالی. خب جملات سوالی هم براتون تفکیک بندی کردم برای آی یو وی دی. فرمول ساخ دو به همراه فاعل به همراه قسمت اول فعل. دقت کنید Do you love me؟ Do you love me؟ اول دو، بعد در واقع فاعل، قسمت اول فعل که love باشه و ضمیر مفعولی، میگه آیا شما منو دوست داری؟ Do you love me؟ آیا شما منو دوست داری؟ Do Iranian people work hard؟ میگه آیا مردم ایران به سختی کار میکنن؟ ببینید Iranian people اسم جمع هستش و باید براش در واقع قسمت اول فعل رو استفاده کردیم که work باشه، و hard هم اینجا جای قید رو در واقع میگیره، یعنی یه قید حالت هستش. برای جملات سوالی برای he, she, it دقت کنید فرمول ساخت داز به همراه فاعل به همراه قسمت اول فعل. خب مثال هایی زدم Does he read a book every day؟ یه تفاوت کلی در جملات مثبت نسبت به جملات سوالی و جملات منفی در واقع برای سوم شخص وجود داره. خیلی دقت کنید، ما در جملات مثبت گفتیم که انتهای فعل باید یک اس یا ای اس اضافه کنیم، در جملات سوالی و منفی این به طور کامل هضم میشه و شما دیگه قرار نیست این اس و ای اس رو اضافه کنید. یعنی وقتی من میخوام سوال بپرسم بگم Does he در واقع read a book every day، میگه آیا او هر روز یک کتاب میخونه، خب اینجا دیگه من نمیگم Does he reads a book every day، باید بگم همون Does he read a book every day، Does she read a book every day، Does it rain یعنی آیا هوا بارونیه، دیگه نگفتم Does it rains، گفتم Does it rain. Does Mina write an article every morning؟ میگه آیا مینا هر روز هر صبح یه مقاله می‌نویسه؟ پس دقت کنید دیگه من از اس استفاده نکردم. این هم جملات سوالی در زمان حال ساده.
خب جملات منفی، جملات منفی باز هم براتون نوشتم. برای آی یو وی دی فاعل به همراه دو نات یا حالت مخففش دونت به همراه قسمت اول فعل. مثال زدم I don't watch TV at work. میگه من سر کارم تلویزیون تماشا نمی کنم. They do not buy. میگه آنها نمی خرند. حالا هر چیزی. مثال ها کاملا ساده هستش برای که برای شما جا بیفته. این رو حتما فراموش نکنید. Cats don't like fruits. میگه گربه ها میوه دوست ندارن. Cats جمعه و بعد باید براش در واقع don't بیاریم. Don't like fruit. Like هم قسمت اول فعل هستش. قسمت بعدی He, she, eat. فاعل به همراه does not و doesn't. تلفظ رو دقت کنید. Do not, don't, does, not, doesn't به همراه قسمت اول فعل. مثال براتون زدم He does not watch TV every day. میگه او هر روز تلویزیون تماشا نمی کنه. انگار که اصلا تلویزیون تماشا نمی کنه، خوشش نمیاد. محسن doesn't like animals. میگه محسن حیوانات رو دوست نداره، هیچ علاقه به حیوانات نداره. پس دقت کنید does not و doesn't. به طور کلی جملات مثبت، سوالی و منفی در زمان حال ساده در واقع به این طریق ساخته میشن که خدمتتون توضیح دادم. قسمت اول از پارت 6 رو سپری کردین، با قسمت دوم در خدمت شما هستم.